آخوند علم الهدا طی سخنانی در مشهد با نگرانی گفت قصد همه براندازی نظام است. متاسفانه امروز حتی جریان‌های سیاسی متدین به این رسیدند که روحانیت را براندازند. وی افزود همه بدانند نظام بدون روحانیت نیست و نابود می‌شود. حوزه‌های علمیه در برابر توطئه‌های شوم دشمنان آرام و قرار نداشته باشند. پاسدار غیب پرور سرکرده بسیج ضد مردمی نیز با هراس از طلسم شکستگی ولی فقیه ارتجاع در درون رژیم با تهدید باند رقیب گفت هر کسی با رهبر نیست با شمر فرقی نمی کند. وی همچنین با نگرانی از خطر تکرار قیام افزود در سال 88 بعضی از خواص نظام را تا مذبح بردند و به مرحله رسادند که چیزی از انقلاب نماند. بعضی از خواص به قدری زینفوس هستند که امت را گوساله پرست می کنند. با بالا گرفتن کشمکش‌های باندهای رژیم بر سر عمل نکردن روحانی به وعده‌هایش در مورد حصر موسوی و کروبی، یک رسانه حکومتی نوشت حصر به خاطر شعار مبارک بن علی نوبت سید علی بود، نه تقلب. صبح 25 بهمن به سبک انقلاب تونس یک نفر بالای جر ثقیل رفت تا سمبل اعتراضات شود. در تجمع دو نفر کشته شدند. در این راهپیمایی سطح شعار هم از تقلب به سرنگونی تغییر کرد و رأی ما رو پس بدین جایش را به مبارک بن علی نوبت سید علی و شعارهای این چنینی داد.